بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه آن است که یک فضایی سرشار از محبت، شفقت، مهرپروری و از همه مهمتر دانش آموزی ایجاد بکند که ما بتوانیم به کمک هم به یک نتایج مثبت و عملی برسیم برای آنکه یک فرد بهتری بشویم، اجتماع سالمتری ایجاد بکنیم و همچنین تشکیلاتی که بتوانند سعادت بشر رو حفظ کنند رو داشته باشیم. این برنامه ها همانطور که مستحضرید هدفش آن است که با طرق علمی و همچنین با استفاده از علوم انسانی که اهم آن در حال حاضر روانشناسی است، خودشناسی است و مشکلاتی که یک فرد می تواند بر اثر صدماتی که خورده است و یا تفاسیری که از حادثه ها دارد برای خود ایجاد بکند. ما هدف دیگرمان آن است که یک بینشی رو حاصل بکنیم توسط دانشی که می آموزیم که آزاد بکند ما رو از گرفتاری هایی که داریم، گرفتاری های فکری، گرفتاری های عقیدتی، سنتی و قس الازالک. یکی از مشکلات عمده‌ای که اکثر اهل عالم رو میتوانم بگویم الان دچار خودش کرده اعتیاد هست. اعتیاد یک مفهوم وسیعی داره و شناخت اون یک مقدار شجاعت میخواد، روبرو شدن با اون علم میخواد تا اینکه شاید ما رو آزاد بکند. اعتیاد همیشه به مواد مخدر نیست، اگر چه اون رایج و شایع است. انواع اعتیادها، علائم یک اعتیاد، عواملش و از همه مهمتر راه حل‌های این قضیه بحران چیست؟ چه کسی رو بهتر از دوست عزیزم، همکار گرامیم و یک نمونه بارز مبارزه با اعتیاد جناب دکتر شمسیان رو نتونستم بهتر از ایشون پیدا بکنم. آنچه که من در مورد ایشان توجهم رو جلب کرده خلوص ایشون هست و آنکه هدفشون آن است که انسانی رو چه بشناسن، چه ارتباطی باش داشتن قبلا، فقط به عنوان یک انسان از این اسارت رهایی بدن. کسانی رو که بنده افتخار داشتم به این شخص بزرگوار ریفرال بدم، تمامشون به بنده فرمودن که اگر این نصایح جناب شمسیان نبود شاید وضعیت زندگیشون بحرانی تر می شد و یا آنکه ابدا راه نجاتی برای رهایی نمی دیدن. با این مقدمات اصولی خوش آمد می گم به دوست عزیز جناب دکتر ایرج شمسیان. خیلی خوش آمدین ایرج جان. قربون شما برم. اجازه بدین من با عرض
ادب خدمت شما همه عزیزانی که با ما هستند. اول از همه باز تشکر بکنم، شما خیلی به من محبت میکنین، خیلی لطف دارین، همیشه حرفای زیبا، امیدوارم که لیاقت این صحبتهای شما رو داشته باشم. خوشحال میشم که در خدمت شما هستم امروز. من همیشه برام آموزنده است از طرز صحبت کردن شما و سوالهای شما، و من خودم همیشه در خدمت شما و در این برنامه چیزی یاد میگیرم همیشه، و ممنونم از اینکه حالا من رو دعوت کردین و فرصتیه برای من که در خدمت شما باشم. قربان شما. اولا جناب شمسیان، شما همکار من هستین و ما به کمک هم یک هدف مشترک رو داریم و فقط لله، حالا الله رو مفهوم مذهبی به کار نمیبرم، حالا میخواد قوه کیهانی باشه، قوه انسانی باشه، ما هدف من آن است که این خدمت رو به جا بیاریم. جناب دکتر، دفعه قبل که تشریف آوردین تعداد زیادی از بینندگان و شنوندگان در یوتیوب، فیسبوک و همچنین از طریق این برنامه خوشنود بودن و به بنده اصراراً گوش زد کردن که از شما در این موارد روانشناسی دعوت بکنم به یک دلیل، و آن این است که شما می توانید مفاهیم مشکل رو به زبان ساده مردمی بیان بکنید و من هم معتقدم. سوال اینها این است که این اعتیاد علائمش چیست؟ چون یکیشون میگوید که من با یک فردی زندگی میکنم که تا قبل از این که به برنامه‌هایی از قبیل این برنامه گوش بدم اصلا نمیدانستم که این فرد اعتیاد دارد و چشم گوش من باز شد. پس برای نفع ایشان و سایر بینندگان عزیز می توانیم قسمت اول برنامه رو در مورد علائم، عوامل و یک راه حل‌های کلی در مورد اعتیاد صحبت بکنیم؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم. حتما جناب دکتر، این سوال خیلی وقتا برای کسانی که بچه های نوجوان دارن، تینیجر هایی که خونه هستن، یا بعد بیشتر برای کسانی که حالا همسرشون ممکنه گرفتار باشه، بعضی وقتا شریکشون گرفتاره، خب این خیلی سوال مهمیه. من میخوام خدمت شما بگم که یه مقداری شاید مسئله آسان‌تر از اونیه که ما فکر میکنیم. همینطور که خود بیماری اعتیاد یه جور انکار همراهش میاد، یعنی آدم هایی که اعتیاد دارند یا به الکل یا به هر چیز دیگری همیشه مطمئنن که ندارن و مطمئنن که این اعتیاد نیست، خیلی وقتها همسرها، پدر مادر و دیگران، دوروبری های اون شخصی که این مشکل داره، اونها هم در انکار هستن که نه بابا، پسر ما، همیشه ما فکر میکنیم اعتیاد مال کسان نیست، دیگران است، مال همسایه است، مال آدم هایی که یه جوری هستن. ما که معمولی هستیم، ما که اوکی هستیم، ما که خوب هستیم، ما که زندگیمون رو برای این عزیزمون گذاشتیم، نه این اعتیاد نیست، نه باید ببینیم که چیه. به هر حال علائم اعتیاد خیلی واضحه. ببینید، تغییر شخصیت آدم ها در طول روز، حالا کسانی که همسرشون فکر میکنن ممکنه معتاد باشه، شریکشون یا یه عزیزشون، یه ساعتهایی در روزیشون یه مقدار مضطرب، دلواپس، عجله داره، خشمگین، ناراحته، و بعد یه ساعتهایی در روز آرومتر میشه، میشه باهاش حرف زد، خوشحاله. بعضی وقتا بچه های یه پدر که فرض کنین این به عنوان مثال، پدر یا الکلیه یا اعتیاد داره، میدونن که مثلا پدر رو قبل از وقتی میاد خونه نمیشه رفت سراغش، یه ساعت بعد میره تو اتاقش، میاد بعد اون موقع میشه باهاش حرف زد. روزای تعطیل مثلا صبحا نمیشه ازش چیزی خواست، بعد از ظهرها میشه.
همینطور بچه های جوان شما نگاه میکنین میبینین که خیلی خوب بلا بچه ها یواش یواش یه سری کارهای یعنی عوض میشن از اون شناختی که مادر یا پدر از این بچه ها داشته در موقعی که بزرگ میشدن تو یه سنینی بچه ها یه ذره مخفی کار میشن یه ذره خوابشون به هم میریزه غذا خوردنشون به هم میریزه خرج کردنشون یه مقدار بالا پایین میره یه سری روابط مشکوک دارن ساعتهای شب یه ذره بیدار میمونن بعد روزا دیر بیدار میشن مدرسه نمیرن کم میرن دروغ میگن در این مورد و یواش یواش حس میکنن پدر و مادر که یه چیزی هست یه ایرادی هست یه مشکلی هست و برای خود پدر مادر اول که یه همچین اتفاقی میفته حالا همه ای پدر مادرها اینجورن اول مثل یه شوک بزرگ مثل یه ضربه بزرگ و میرن این که ما که پدر مادر خوبی بودیم چرا اینجوری شد چی شد بعد خودشونو آزار میدن احساس گناه میکنن با همدیگه حرفشون میشه تو این کارو کردی تو اون کارو کردی و از اینجور حرفا من فکر میکنم که به محض اینکه ما متوجه شدیم حس ما به ما میگه یه ایرادی هست یه اشکالی هست حالا در مورد هر کسی که میخوایم صحبت بکنیم حتما با متخصصین بیشتر روانشناس های ما امروز ما حالا در جنوب کالیفرنیا هستیم یا هر جای دنیا که هستیم روانشناسان امروز مشاورین خانواده مشاورین اعتیاد اینا همه کسانی هستن که میتونن به ما کمک بکنن از بیرون قضیه رو میبینن از بیرون دیدن خیلی وقتا کمک میکنه به اینکه آدم بدون مشکل چیه کمک بگیرن حتما برن اصلا این خیلی عادت خوبیه که همه افراد خانواده گاهی وقتی یه کسی رو داشته باشن که برن کمکشون بکنه که با هم حرف بزنن و صحبت بکنن مشکل ما اینه که اون شخصی که ایراد داره و اشکال داره به محض اینکه شما باهاش صحبت میکنی یک دعوا را میفته یه جور عصبانیت های و خود اینا نشونه اینه که شما دستتون رو گذاشتین یه جای درست اگه با کسی صحبت اینه که ببینم تو یه کاری میکنی یه چیزی میزنی اگه اون کسی با شما درست حرف بزنه بگه نه من چجوری میتونم ثابت کنم که نه تو میفهمم خیلی ناراحتی کسی که چیزی استفاده نمیکنه خیلی با خوشحالی میخواد به شما نشون بده که نگرانی های شما بیهوده است ولی کسانی که استفاده میکنن شروع میکنن به جنگ و دعوا تو مگه به من اطمینان نداری تو همیشه منو نمیدونم این کار یه دعوا را میندازن یه جنگ و خونریزی خب همین خودش نشونه اینه که بله شما دستتون رو یه جای درستی گذاشتید من اصولا میخوام بگم به عنوان یه روانشناس من وقتی با کسی که دارم کار میکنم یه چیزی بهش میگم و یه عکس العمل گنده میبینم میفهمم که اشاره درستی کردم جایی دستم رو گذاشتم که درد میکنه درست مثل اینکه شما میرین دکتر میگین آقا کمر من درد میکنه دستشو یه جا میذاره میگه اینجا شما دقیقاً همونه جایی که هوارتون میره بالا جایی که بهتون بر میخوره همه اینا معلومه که دست اونجا درست گذاشته میشه باز هم کمک یه متخصص امروز خوشبختانه میدونین 30 سال پیش ما خیلی کم میدونستیم 20 سال پیش امروز خیلی زیاد میدونن امروز خیلی ها هستن که میدونن آگاه هستن و چقدر خوبه همینطور که ما ماشینمون رو میبریم پیش مکانیک فرض کنین که کولر و بخاریمون رو میدیم دست یه متخصص هر چیزی یه متخصص داره اگه میخوایم آشپزی بکنیم میریم مثلا حالا یا کمک میگیریم یا دستور میگیریم یا میریم روی فرض کنین حالا هر چیزی که هست روی اینترنت میریم روی کتاب باز میکنیم کمک میگیریم حتی برای آشپزی برای رانندگی برای دنبک زدن برای هر کاری وقتی کمک میگیریم خب مسائل روانی هم کمک ولی به محض اینکه میایم میرسیم به مسائل روانی و اینا نه آقا من خودم میدونم خودم میتونم هنوز یه مقداری ما دست و پنجه نرم میکنیم فکر میکنیم که اگه یه کسی به من بگه ببین تو اینطوری هستی اگه اینجوری باشی بهتره بهمون توهین شده اذیت شده کمک نه ما خودمون بلدیم
و بیشتر جناب دکتر ریاضتی بیشتر صحبت اینه که خانواده ها فکر میکنن که شناختشون از اون عزیزشون و عشقی که به اون عزیزشون دارن، یعنی میگن هیچ کی تو دنیا این آدم رو به اندازه من دوست نداره، هیچ کی تو این دنیا این آدم رو به اندازه من نمیشناسه، و بهشون این اجازه میده که بعد در اینجور موارد تصمیم بگیرن، به خصوص در مورد مسائل روانی. در صورتی که حرف من به اینا درسته که شما این عزیزتون رو میشناسیم، ولی ما بیماری رو میشناسیم، بنابراین باید اجازه بدین این یه جوری با همدیگه کمک بکنیم. شما دانشتون برای تصحیح عزیزتون شاید کافی نباشه، عشقتون هست، همه چی هست، ولی خب نمیدونین با این موضوع چیکار کنین. بنابراین آثار واقعا میخوام بگم اگه شما حستون بهتون میگه که یه چیزی این وسط یه ایرادی هست، یه اشکالی هست، احتمالاً هست، با یه متخصص حرف بزنیم و کمک بگیریم. چیز عجیب غریب پیچیده ای نیست، چیزی نیست که یک سال باید برین و بیاین تا بفهمین، باور کنین با یک جلسه تکلیفتون روشن میشه. جناب دکتر من چقدر خوشحالم که شما این قضیه انکار رو که به نظر میاد یه قوه دفاعی طبیعی هست برای افراد مختلفه، به صور مختلفه ایجاد میشه. آیا در فرهنگ ما بلخص در بین اهل شرق و بلخص بین دوستان عزیز ایرانی، آیا این واژه روانشناس و رفتم روانشناس یک مقدار حالت تابو پیدا نکرده؟ و الان البته من میدونم بهتر شده، ولی شما میدونی که هر موقع من میرفتم پلو روانشناس مثلا میگفتن این دیوونه شده، میره یه صاحب دیوونه ها رو ببینه. البته درباره من الان این کسی بیاد پلوم صادقه ها ایرج جان، من در مورد منم ولی این رو هم ما باید توضیح بدیم که این دیوانگی نیست در حقیقت. یعنی اگر من کمرم درد میگیره این دلیل بر ضعف من نی، دلیل بر بی ارزگی من نی، مقام انسانی من زائل نمیشه. میخواین یه مقدار در مورد این که نحوه شناخت انسان، که ما یک انسان رو از امراضی که داره جداش میکنیم، یعنی به قول خودمون دیزیز مدل رو میخوایم جایگزین بکنیم با یک محور انسانی که دچار یک چالشه و میخوایم اون رو از بین ببریم. بفرمایید. من حتما جناب دکتر. ببینید واقعا امروزه دنیا دنیای سختیه، یعنی ما همه چیزمون به همدیگه بستگی داره. ما از لباس تنمون، ما نه شلوارمون رو خودمون درست میکنیم، نه پیراهنمون و نه کفشمون و نه هر چیزی که از صبح تا شب با صدها و هزاران چیز ما رابطه داریم، اینو هر کسی برای همدیگه درست کردیم، میزون کردیم. بعضی ها کارشون لوله کشیه، بعضی ها مکانیکیه، بعضی ها پزشکن، بعضی ها وکیلن، بعضی ها مهندسن، و با همدیگه با هم در کنار هم با هم زندگی میکنیم. از اینکه هر کسی یه چیزی رو به عهده میگیره، در یه دنیای درس میخونه یا تجربه پیدا میکنه و در اون دنیا سهم خودش رو ادا میکنه. یه مقداری ما در این زمینه ها خوبه، یه مقداری با هم همکاری میکنیم، ولی قضاوت های ما باعث میشه که در بعضی از موارد اون کمک ها رو نگیریم، نپذیریم. یعنی خیلی وقتا ما فکر میکنیم که خیلی بهتر شدیم، خیلی تغییر کردیم، خیلی بهتر شدیم، ولی هنوز باقی مانده هاشو میبینیم. از اینکه یک آدمی وقتی فکر میکنیم من باید برم در مورد اینکه کارهایی که میکنم، تصمیماتی که میگیرم، برنامه هایی که برای زندگی میریزم، به نظر میاد که یکمی سوار بر این مطالب نیستم، زندگیم اونجور که دلم میخواد خوب نیست،
بازدهیم در این دنیا، من میتونم مثلا یه وزنه 100 کیلویی بردارم ولی 30 کیلویی بیشتر نمیتونم بردارم، چمه؟ مشکل چیه؟ مسئله چیه؟ چه جنبه های شخصیتی من نیاز داره به اینکه یه کمی تغییر بکنه، بهتر بشه که من بتونم از عهده مشکلاتم بر بیام؟ ما به اینجاها که میرسیم بعد یک سری فرهنگ ها، عادت ها، درس ها، مسائلی که گرفتیم میاد وسط و چون قضاوت این که کسی نمیتونه من بگه چجوری زندگی کنم، مگه من میذارم منو برین واش بکنن، مگه میذارم من شستوشوی مغزی بدن منو، من خودم میدونم، هر کی زندگی خودشو میدونه. و این که ما در همه چیز کمک میگیریم ولی در این مسائل خودمون کمک نمیگیریم، این یه مقدار سخته. متاسفانه روانشناس ها و روانپزشک ها و به محض اینکه شما میرین پلوتون به شما دو سه تا انگ تو اینی تو اونی تو اینی اینم میزنن و بدتر یه آدمی که رفته یه ذره کمک بگیره میندازنش یه جا، در صورتی که میشه با آدم ها یه جوری صحبت کرد بدون اینکه بهشون یه مهر بزنی که ببین تو اینی تو اونی تو اینجوری. واقعا شما میتونی بهترین کمک ها رو به آدم بکنی بدون اینکه اینها رو دایگنوز بکنی یا بهشون یه مهر عجیب غریبی بزنی. یا برای اینکه بعضی از آدم ها میان دفتر روانشناس که یه مهر بخورن و بعد خودشون رو دیگه خارج کنن از مسیر زندگی، اصلا منتظر اینن، باور کنین جناب دکتر، که شما بهش دو تا حرف بزنی بره خونه بگه بابا من همینم، من افسردگی دارم، سوشال انگزایتی دارم، من اینو تراما دارم و دیگه هیچ، یعنی دیگه بقیه باید یک عمر به شما سرویس بدم و شما هیچ کاری نکنید. بنابراین ما از هر دو طرف، هم از طرف حرفه‌ای هامون از اینکه بتونیم با آدم ها جوری صحبت بکنیم که به اینها یه مهرهایی نزنیم که از دور اون جمع آدم ها بیرون برن و بعضی ها رو فراری بدیم از اینکه اومدن پیش یه کسی، از اینکه ماها میشینیم با هم، حالا هر روانشناسی یه برخوردی داره، یه گفتگویی داره، یه صحبتی داره، هر کسی به نوع خودش به هر حال کمک میکنه، ولی هرچه انسانی تر و هرچه همراه تر، من خیلی نگاه از بالا به پایین روانشناس و مراجع رو دوست ندارم واقعا. من اون سیستم هایی رو بهش باور دارم که ما دوتا انسانیم و با هم صحبت میکنیم و واقعا فکر میکنم که اینطوری رابطه ای انسانی آدم ها رو به هم نزدیک میکنه. بعضی متاسفانه روانشناس ها، حالا ما هی از مردم صحبت میکنم، یه ذره از روانشناس ها صحبت میکنم، شما هم که پلوشون میشینید مخصوصا اگه یه کمی تازه کار باشن، انقدر اصطلاحات روانشناسی میارن وسط، انقدر لغت های قلمبه سلمبه میارن، از یه طرف بعضی ها فکر میکنم با این چقدر وارده، چقدر میدونه، ولی خب به نوعی ما این آدم رو ایلینیت میکنیم، جداش میکنیم، ما یه جوری به این آدم یه حرفایی میزنیم که اصلا نمیفهمه. باز هم این آدم ممکنه که خب به به این چقدر بلد وارده، ولی ممکنه دفعه دیگه بر نگرده، ممکنه فکر کنه اصلا من برای این زندگی احمقم، من اصلا عقب افتادم. بنابراین اصلا برخورد آدمی که یک جلسه میاد میشه روانشناس، برخورد روانشناس با این آدم اینه که شما چجوری به این نگاه میکنه، یک آدم مریض بیمار چهار تا انگ بهش بزنین و هر چیزی، یا به این آدم امید فردا بدین، امید زندگی بدین، بهش بگین ببین این دوتا چیز تو اگه تغییر بکنه و درست بشه تو آدم خیلی خوشحالتر و بهتری خواهی بود. بنابراین همه اینا به هم مربوطه، هم ما، هم جامعه حرفه‌ای، هم مردم، هم روانشناسا، همه باید با هم یه جور کمک بکنیم که آسون بکنه برای دیگران کمک گرفتن و سخت‌تر براشون نکنه. بهشون امید بدی، حتما بهشون بگی که ببین این اتفاقاتی که داره میفته عجیب غریب نیست، خیلی ها این مراحل رو طی میکنن، تو اینجا و اینجا باید زندگی تو درست بکنی. بنابراین این که بخوای به یه کسی که میاد یه دو تا حرف گنده بزنی و این آدم بره دیگه پشت سرش هم نگاه نکنه، میتونه این باشه که ببین تو یه جاهایی یه کمی
در این مورد و در این مورد یکم باید دو تا کارو بکنی، دو تا تغییر رو بدی و بعد میبینی که بهتر میشه. اگه از من سوال میکنین، ما دو دسته آدم داریم، آدم هایی که کمک میگیرن در زندگی و آدم هایی که کمک نمیگیرن، چون همه به کمک احتیاج دارن. روانشناس من خودش روانشناس داره و این دایره همینطور. برای اینکه همه ماها، برای این روانشناس کارش چیه؟ زندگی شما رو از بیرون نگاه میکنه، میگه برادر تو اینجا و اینجا یه ذره گیر کردی، من خودم چون اون تو هم اینو نمیبینم. همیشه کسی میتونه از بیرون زندگی منو یه ذره، چون از یه نگاه دورتری نگاه میکنه، از یه زاویه بزرگتری بیشتر میتونه ببینه، محدودی دیدش از من بیشتره. منی که گم شدم در کوچه پس کوچه های مسائل زندگی خودم. بنابراین فرق یه آدم حرفه‌ای و یه آدمی که میره پیش این آدم حرفه‌ای اینه که اون آدم حرفه‌ای موقعیت رو داره که زندگی این آدم رو توی اشل بزرگتری، از یه دید بزرگتری، از یه زاویه بهتری نگاه کنه و دوتا حرف بزن. این که بهتر بلده، باهوشتره و تو نمیفهمی، تو عقب مونده، این نیست واقعا. هر کسی نیاز داره یه کس دیگه اینطوری بهش کمک کن. ممنونم جناب دکتر. در ما 3 دقیقه داریم قبل از اینکه آریایی ها رو پخش بکنیم. یه مقدار میتونیم در مورد عادت‌های مضر و فرقش با اعتیاد چی هست و آیا این دوتا یکی‌اند و انواع اعتیادها که ما بدونیم اصلا یک کاری که میکنیم میشه بهش گفت اعتیاد یا عادت؟ آیا عادت اگه مضر باشه بهش میگین اعتیاد؟ یه مقدار در مورد اون اگه بیاناتی بفرمایید ممنون میشم. خواهش میکنم جناب دکتر. به طور کلی اون چیزی که سرعت طبیعی زندگی آدم رو به تعویق بندازه، کند بکنه، آدم به خاطر پرداختن به اون به چیزهای دیگه نپردازه، یه جور اعتیاده، یه جور اتلاف وقته، یه جور پرداختن به یه چیزیه. یه بچه‌ای که یه اسباب بازی داره، روزی 8 ساعت با این اسباب بازی بازی میکنه، میتونه یه جور اعتیاد باشه، برای اینکه نمیذاره با دوستاش بره بیاد، نمیذاره تغذیه بهتری داشته باشه، نمیذاره بره تو حیات بازی کنه، چیزی یاد بگیره، نمیذاره به اون چیزی که براش وجود داره تو دنیا برسه، چون خیلی از وقتش رو پای یه چیزی میذاره. اعتیاد خوب و بد، اعتیاد هر چی باشه، هر چیزی که تخمه خوردن هم یه جور اعتیاده، نمیدونم تلویزیون تماشا کردن هم یه جور اعتیاده. حالا یه سری اعتیادا خب واضحه که ضررش، لطمش کمتره، چون خب اونجوری لطمه نمیزنه، فقط وقت آدم از بین میره. کسی که میشینه تو اتاقش، یک نوجوان 15 ساله که کامپیوتر بازی میکنه روزی 8 ساعت، همونقدر داره به خودش لطمه میزنه. یه جوونی که فرض کنین مثلا حالا داره یه ماده مخدر استفاده میکنه، یه جوونی که یعنی پرداختن بیش از اندازه به یه چیزی یه جور اعتیاد حساب میشه که آدم رو باز میداره از اینکه بتونه اون تجربه طبیعی زندگی رو داشته باشه. حالا بعضی چیزایی کم بهتره، راحتتره، نمیدونم همه اینا، ولی به هر حال همه اینا میتونه اعتیاد حساب بشه. پس بنابراین چیزی که من درک کردم آن است که اگر اسباب نظم مختل بشه، پریشانی ایجاد بکنه، این خودش یک علامت یا فلگیه که بایستی بهش توجه کرد. درست میفهمم؟ کاملا درسته. جوانی که امروز 5 ساعت کامپیوتر بازی میکنه، فردا اگه کامپیوتر از دستش بگیری 5 ساعت زیادی داره، امکان اعتیادش به مواد مخدر بیشتر. میخواین بریم آگهی ها، برگردیم و بعد صحبت همون. قربان شما، بفرمایین. دوستان عزیز، بینندگان و شنوندگان محترم، به ادامه محاوره خودمون با جناب دکتر ایرج شمسیان
ادامه میدیم. جناب شمسیان، بعضی ها معتاد میشن شاید به خاطر اینکه علم و یا وسائل سازنده مقابله با مشکلات رو ندارن یا قدرت تحملش رو ندارن به خاطر سنینی که این مشکلات برشون وارد میشه. اینها چی کار باید بکنن؟ آیا اعتیاد یه راه گریزه اگرچه این راه به سقوط می انجامه؟ حتما جناب دکتر، شما یه مطلب مهمی رو فرمودین از اینکه مشکل دارن بعضی ها و برای به نوعی حل کردن اون مشکلات، من میخوام یه چیزی بزنم که یه مقدار تجربه خود منم بوده. موقع بزرگ شدن به من این یاد داده شد که مشکل چیه. مثلا مادر من میترسید، ما اون موقع محله امیرآباد زندگی میکنیم، وقتی ما رفتیم امیرآباد، بهتون بگم که مثلا خیلی خیلی سال پیش بود، مثلا 60 سال 58 سال پیش بود، خیلی مثلا 4 تا خرابه بود یه خونه بود، 3 تا خرابه بود یه خونه بود، خلوت بود، تازه داشت به اصطلاح ساخته میشد. الان امیرآباد یه 15 تا فقط بزرگرا از توش رد میشه به اسم کارگر و چی و چی. اون موقع ها اصلا خب خیلی خال، مادر من شبا تا پدرم بیاد خونه این از ترس میلرزید. بعد بهش میگفتم میترسی؟ میگفت نه. من یاد گرفتم از بچگی که ترس نباید، اگرم میترسم نباید بگم من میترسم، یا من اگه میگفتم من غمگینم زمین و زمان به هم میریخت. بنابراین من یه جور یه قراردادی توی خونه بود که من کمبودی ندارم، من غمگین نیستم، من ترس ندارم، من عصبانی مثلا نیستم، یه سری اینجور چیزا تشویق نمی شد. در نهایت به من یاد داده نمی شد که اگه من غمگینم چیکار کنم، اگه من مثلا عصبانیم چیکار کنم، هزار و یه داستان دیگه. و همینطور یه جوری من یاد گرفته بودم که آدم حسابی که مشکل نداره. خیلی وقتها بچه های نازنین جوان، بچه نوجوان نمیدونن اصلا مشکل دارن، تراما داشتن، آسیب های اساسی خوردن و نمیدونن. و این جوان ها حالشون خوب نیست، ناراحتن، ولی حتی نمیدونن که صدمه دیدن، آسیب دیدن، مشکل، برای که اون چیزی که باهاشون رفتار میشن که تو چی میگی؟ تو همه چی داری؟ آدم ها رو نگاه کن، تو چین و هندوستان گرسنن، تو چه درگته؟ این تفکر یه جوری به بچه ها میگه که آقا صداتون از جای گرم در میاد، شما ها یعنی چی مشکل؟ و واقعا بچه ها حتی نمیدونن که مشکل دارن، درد میکشن، زخم های عمیق دارن، کتک خوردن، احساسی اذیت شدن، جسمی دست خورده شدن، آزار دیدن، ازش زجر میکشن، ولی حتی نمیدونن. بنابراین بچه هایی که ناراحتن تو پوستشون نمیگنجن، غمگینن، فرض کن دعواهای پدر مادر، رفتار پدر مادر، آسیب هایی تو مدرسه خوردن یا هزار و یه جور دیگری، بچه ها پر از دردن، خیلی هاشون حتی نمیدونن درد دارن. و بعد یه دفعه یه پوک به یه ماریجوانا که میزنن، یه سیگار که میکشن، یه قرص مثلا هرچی میخورن، حالشون رو خیلی بهتر میکنه. و بدون اینکه آگاهی داشته باشن که چرا، چه اتفاقی افتاده، چی شده، یا قدم میذارن توی یه دنیایی که فقط میبینن حالم خیلی بهتر میشه. من خیلی، بنابراین اگه از من سوال بکنید، بزرگترین دلیل این که آدم ها سراغ مواد مخدر میرن و بعدش هم معتاد میشن چی؟ میگم خدمتون، آسیب های کودکی و احساس تنهایی کردن، احساس این که من مثل بقیه نیستم، من با دیگران فرق میکنم، من کم آوردم، من یه چیزی کم دارم. اینا
یه جور شرایط لازمه که بچه اولین باری که بهش گفته بشه اینو میکشی، اینو میخوری، اینو مینوشی، اینو میندازی بالا، بگی بله. وقتی هم این کار میکنه یه دفعه یه چیزهای خوب بشه. دقیقا مثل اینکه شده جناب دکتر شما یه جو باشین یکی کوله رو خاموش میکنه، یه دفعه شما میبینین این صدای کوله چقدر داشته من اذیت میکرده، وقتی خاموش میشه یه دفعه میفهمه آدم. دقیقا برای آدم های معتاد یه همچین تجربه ایه، یه چیزی که استفاده میکنن یه دفعه دو سه تا درد رو خاموش میکنه و یه دفعه میبینن وای این چه چیزیه. بنابراین به خاطر دردها، به خاطر مشکلات، به خاطر اون احساسات یه دفعه مثلا حالا مشروب میخورن یا سیگار میکشن یا ماریجوانا میکشن، هر چی، یه دفعه احساس میکنن که نه اصلا اینجوری نیست، قویترن، زیباترن، بهترن، محکمترن، شادترن. و خب هر کی باشه میره دنبالش، هر کی باشه میره سراغ این. بنابراین این که درد که آدم ها رو به طرف اینجور چیزها میکشه، مشکل، فشار، دردهای نهفته است، چیزهایی که حتی نمیدونستن اینا درده. بله، من یه نکته ای که یاد گرفتم از شما، لطفا اصلاح بفرمایید اگر درست نفهمیدم، آن است که اعتیاد در این موارد شاید یه حس کاذبی به انسان میده که بله من حالا دیگه محفوظ موندم، آسیب هام رو باهاش روبرو شدم، و تا زمانی که از این حس کاذب با راه‌های انسانی و با مشورت طبیبانی مثل خود شما که با روش‌های عزت پروری شخص و نه آن که بر روی عیوبش تمرکز بکنیم، چون من معتقدم ایرج جان و در این حرفه به من کمک کرده که هر کسی که میاد روبروی من میشینه، من این رو به عنوان یک انسانی که صاحب جواهرات بیشماریه در نظر میگیرم که این جواهراتش به خاطر اوضاع و وضعیت‌های خانوادگی، فرهنگی و یا غیر و ذالک یه مقدار غبار بر روی این ذخایر درونیش ایجاد کرده و هدف من باید این باشه که این غبارها رو ببرم کنار، ابرها رو ببرم کنار، که این راه حل ها رو در وجود خودش پیدا کنه. چون امکان داره دو نفر ایرج جان یه نوع اعتیاد داشته باشن ولی یه راه حل کمکشون نکنه. این است که من خوشحالم که شما فرمودین که یک راه حل های کاذبی هست که موقتی است و شاید اگر دیر متوجه بشیم آسیباش بیشتره. میخواین یه مقدار در مورد این که تشخیص این راه حل چی باید باشه؟ من وقتی گرفتار شدم مثلا، من الان سوالی که شده رو خدمت شما عرض میکنم، شخص بزرگوار میفرماین که ممنونم از آقای دکتر شمسیان، سوال من این است که من در طول عمرم که الان 32 سال ازش میگذرد هیچ وقت موفق نشدم یک رابطه سالمی بین خودم و یک دختر ایجاد بکنم و همواره با شکست روبرو شدم. از سن 15 سالگی به این قضیه دچار شدم و راه حل رو آن دانستم که غرایز جنسی خودم را سرکوب کنم و به جای آن به مستربیشن پناه ببرم.
و روزی نیست که لااقل دو بار به این کار دست نزنم. آیا من معتادم؟ آیا راه حلی هست؟ می توانم بگویم که من هر موقع که این کار را می کنم احساس خلأ در درون ایجاد می شود و رابطه های خودم رو کدرتر می کنم. از راه نمایی های شما متشکرم. بسیار بسیار. اول از همه به ایشون تبریک میگم. چقدر برای چند نفر راحته که بردارن در 32 سالگی بنویسن که من یه همچین عادتی رو دارم. بله این اعتیاده، شاید از اولین اعتیادهایی که میاد به سراغ آدم، و خودشون خیلی خوب به هم مربوط کردن که من چرا این کار رو میکنم. برای اینکه فکر میکنم در واقعیت این اتفاق برام نمیفته، پس باید در فانتزی خودم من باید خودکفا بشم در این مورد تا دیگه منت هیچ زنی رو نکشم، منت هیچ دختری رو نکشم، خودم خودکفا میشم و این داستان. و بله عزیزم، متاسفانه یه اعتیاده، متاسفانه این ادامه پیدا میکنه، و تا وقتی این ادامه پیدا کنه شما نه یه روابط احساسی خوبی میتونین با کسی داشته باشین، نه حالا بعدش هم یه روابط جنسی درستی بتونین با کسی پیدا کنین. حالا شما غرایز جنسیتون رو دارین برطرف میکنین، ولی اون نیازهای احساسی شماست که باعث میشه شما احساس خلأ بکنید. خیلی در تنهایی خودتون این کارو میکنین، لذت هم میبرین، خب اون داستان میره، ولی اون بغل کردنه، اون محبته، اون دوست دارمه، اون عشق و محبتی که هر انسانی بهش نیاز داره، اون چی؟ وقتی شما از یه تیکه راحت میشین ولی یه جای دیگه یه چیز گنده‌ای کم میارین، این خیلی مهمه و خودتون متوجه این موضوع هستید. از این که چرا نمیتونین با یه دختری رابطه سالمی داشته باشین، ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. روانشناس‌های مختلف با برخوردهای مختلف به شما حرفای مختلف میزنن. من چون شما رو ندیدم داستانتون رو نمیدونم و بخوام از اینجا بگم چیه، میتونم بهتون بگم که یه ذره به گذشته زندگیتون مربوط میشه، به تجربتون مربوط میشه. خیلی وقتها میتونه به رابطتون با پدر و مادر و شاید حتی رابطتون با مادرتون بستگی داشته باشه. خواهر و برادر، روابط اولیه یه انسان، بچگی چطور بودین، روابط احساسیتون. حالا من نمیدونم رابطتون با دوستاتون چطوره، با مردها، با زنها. بعضی وقتا آدمهایی که مثل شما دارن این حرف رو میزنن که با زنها نمیتونم، بعضی وقتا اگه یه ذره دقت کنین میبینین اصولا رابطه عاطفی با کسی خوب نیست. خیلی زیاد اهل رابطه عاطفی نیستین. ممکنه یا عالم هم دوست و آدم دورتون باشه، ولی یه رابطه که احساسی میشه شما دست و پا میزنین و بعد نمیدونین چیکارش بکنین و دچار اشکال میشین. من به شما پیشنهاد میکنم با سر بلند، با افتخار، عزیز من جوون 32 ساله که با صداقت صحبت میکنین، برین پیش یه آدم هر جا نزدیکتونه، دوروبر بیمتون اجازه میده، نمیدونم اصلا کجای دنیا هستین، با یه روانشناس صحبت بکنین، یه ذره مرور بکنه آیا این مسئله احساسی شماست، احساسی کمبود میکنین، احساس ترس و وحشت دارین وقتی با یه دختر تو رابطه میرین، یا یه جور به افکارتون مربوطه، شما افکارتون یه جور افکار خراب کننده زیان زننده است به زندگیتون و این فکرها اجازه نمیده، استراب آیا دارین، یا یه ذره برمیگرده بسته داره، یه جوری شما صدمه دیدین در رابطه. بچه اصولا آدم هایی که یه جور رابطه خیلی ناسالم با مادرشون دارن اینو میارن
تو رابطه با دوست دخترشون و همسرشون و یه چیز ناتمام یه جایی رو میارن و میخوان یه جای دیگه این رابطه رو تموم بکنن. من چون واقعا شما رو نمیشناسم فقط اینو میتونم بهتون بگم، با هر نوعی که حرف زدین، نوعی که برخورد کردین، شما عزیز من هر چه باشه میتونین که کمک بگیرین، میتونین فقط با یه نفر حرف بزنین، با یه کسی که وارده به اینجور چیزا و میتونه حتما کمکتون بکنه. به هر حال بهتون واقعا افتخار میکنم که بیان کردین یه همچیزی رو. بیشتر آدم های ایرانی قادر به بیان این نیست. ممنونم جناب دکتر. من 100% با بیانات شما موافقم. میدانید تجربه من چنین بوده با نفوس جلیلی مثل این جوان شجاع که کار کرده این طریقت. من میخواستم نظر شما رو بشنوم که ما در شرق بلخص درست روابط جنسی رو نفهمیدیم و در غرب زیاد روش تمرکز کردیم. We never understood it in the East and we overemphasized it in the West. آیا روابط جنسی یک اکسپرشنی یعنی یک نمادی از روابط دیگر نیست؟ آیا اگر من روابط فکری خوبی داشته باشم، روابط عاطفی داشته باشم، آیا اون به عنوان یک انوایرمنتال وریبل کمکم نمی کنه که یه شخص دیگر رو فقط به عنوان یه وسیله ارضاء جنسی بگیرم؟ یعنی این هم من رو کمک کرده که نشون بدم اگر ما زندگیمون رو پرمعناتر بکنیم، اگر مقام انسان رو فقط در غرایز نبینیم بلکه غریزه ها رو در راه یه اهداف معنوی یعنی انسانی تر ازش استفاده کنیم، شاید از این عادات هم بتونیم به کمک متخصصین یک رهایی پیدا بکنیم. نظر شما چیه ایرج جان؟ بفرمایید هر جاش اشتباس. کاملا من با شما موافقم. یه چیزی که هنوز پخته نیست، درست نیست، برای ما از شرق هنوز خوب جا نیفتاده، بعد اینو برمیداریم میاریم اینجا. در غرب بیشتر وقتا نه تنها اینو برای ما این گره باز میکنه، بلکه بدتر یه دوتا گره محکمتر و گره کوری هم برش میزنه. دقیقا من با شما موافقم از اینکه یه سری این چند تا مسئله وجود داره که اینا همه باید با هم درست بشه تا بعد ما بتونیم یه رابطه احساسی و جنسی خوبی با یه کسی داشته باشیم. چند تا چیز باید درست در کنار هم کار بکنه. من با شما کاملا موافقم. این سوال آخری که شده هم بهش توجه بکنیم. من چقدر خوشحالم که این بحث داره به محاوره می انجامه، محاوره حقیقی بین همگان. قبل از هر چیز خواستم تشکر بکنم از مهمان برنامه و به طور کلی این برنامه. آیا منی که در شرق زندگی می کنم و بالاخص در ایران، وقتی که منی که دختر هستم و هم قدرت، فکر میکنم منظورشون اهل قدرته یعنی دولت، و هم دین یعنی علما، و هم والدینم من رو محروم میکنن از آن که به عنوان یک زن رابطه انسانی با پسران یا مردان دیگر داشته باشم، داخل پرانتز، ابدا مقصودم روابط نامشروع جنسی نیست، چون من هم با شما
هر دو موافقم که رابطه جنسی یک نمادی است از یک روابط عالی تر انسانی تر، ولی در این شرایط فرهنگی و سنتی و سیاسی شما چه نصیحتی به من و دوستانی که زن هستیم، دختر هستیم، ولی زیر نفوذ فرهنگ زن ستیز میخواهیم خودمون را ابراز کنیم؟ واقعا غمگین هم میکنه، غیر از کارهای دیگری که با من که اینجا نشستم و صدای این خانم عزیز رو میشنوم، این سوال هم غمگینم میکنه، هم متاثرم میکنه، هم احساس گناه بهم میده که من اینجا در امریکا نشستم و یه کسی یه همچین سوالی رو از من میکنه و در ایرانه. و ببین عزیز من، خانم محترم، عزیز به عنوان مهربانی و احترام، من ببینین، ما از یه فرهنگی میایم که خیلی سال، خیلی خیلی سال، زن رو فقط به عنوان مادر احترام میذاره، تأیید میکنه، بهش حق زندگی میده. شما وقتی نگاه بکنین سالهای سال در ایران، زن اصولا مادر، بهشت زیر پای مادران است. اگه یه ذره دقت بکنین، یه زن مثلا 40 ساله‌ای که ازدواج نکرده و مادر هم نیست، تب وجود نداره، حضور نداره، راجبش صحبتی نمیشه، حالا اگه بیادبی نباشه یا حرف بدی زده نشه، حرف خوبی هم زده نمیشه. بنابراین شما در یه فرهنگی هستی عزیزم که ناچاری برای اینکه حتی وجود داشته باشی، برای اینکه یه کسی باشی، مادر بشی. وقتی مادر شدی بعد یه هویتی داری، بعد به عنوان یه مادر میتونی حرف بزنی. بنابراین من واقعا نمیدونم به شما چی بگم عزیزم، خیلی سخته که شما بتونی امروز، به نظر میاد شما مجرد هستی، جوان هستی، و خیلی سخته من به شما بگم شما چی کار بکن، چه قدمی بردار، چون غیر از این که مادر بشی دیگه هیچ هویتی نداری در آیندت. شما اگه ازدواج نکنی و بچه نیاری، کی هستی؟ چه حقی داری؟ چه کار میتونی بکنی؟ چه رفت آمدهایی میتونی داشته باشی؟ چه اخلاقی میتونی داشت؟ چه سلیقه‌ای میتونی داشته باشی؟ چی کاره میتونی باشی؟ بنابراین نمیدونم واقعا عزیز من، من سالهاست از ایران دورم، با شما هم دردی میکنم، میفهمم حرفتو، احساس عجز میکنم که برای شما راه حلی ندارم. و جواب شما یک عالمه چیزهای دیگری به همراه داره، یعنی یه 4 تا جامعه شناس میخواد، یه 4-5 تا آدم دیگری میخواد، 2 تا آدم سیاسی میخواد، یه 7-8 تا روانشناس و روانپزشک میخواد که بشینیم. انقدر سخت این مسئله و من یه مقداری نادبرین که نمیدونم، من نمیدونم به شما بگم چی کار بکن وقتی شما اصلا هویتی نداری، وقتی کسی نیستی، وقتی حرفی نداری برای زدن به غیر از مادر شدن. و اگر یک زنی نخواد اصلا نمیتونه در این شرایط وقتی همسری پیدا کنه که تازه بخواد بچه دار بشه، تکلیفشو نمیدونه، اجازه هیچ کاری هم نداره، حق هیچ چیزی هم نداره، به خدا نمیدونم چی بگی. من قاصرم، متاسفم. ممنونم جناب شمسیان، و چقدر به سزا فرمودین که ابدا امکان نداره که ما در یک برنامه‌ای که قصدش فقط تعلیم هست، تعلیم بر اساس علم، نه تعلیم به معنی یاد دادن بلکه عرضه کردن، و بعد انسان مظهر اسم مختاره و بعد افراد اختیار بکنن. میدانین من به سهم خودم، دوست عزیز بزرگوار، انسانیت شما جنس شما نیست، شما انسانی و نبایستی خودت رو به عنوان اینکه زن هستی نگاه بکنی، بلکه
این یک موقعیتی هست که اگر انسانها درست بفهمن، زن بدون مرد و مرد بدون زن نمیتونه بقای معنوی و ارتباط حقیقی داشته باشه. البته من با شما موافق هستم خانم بزرگوار که سیستم های فرهنگی سنتی و الان از همه بدتر سیستم های مذهبی یک مقدار بلکه بیشتر از یک مقدار زن ستیزه. پیشنهاد بنده آن است که اگرچه ما نمیتوانیم به طور خاص و ویژه به شما عرایضی تقدیم کنیم، پیشنهاد بنده آن است که خودتون رو نبازین، خودتون رو والاتر از این فرهنگ ببینید و اجازه ندین که این فرهنگ که تاثیرگذار بوده روی خانواده شما و این سنت ها چه میخواهد مذهبی باشد یا غیره شما رو از مقام انسانیتتون خارج بکنه. همونطور که دوست عزیزم جناب دکتر شمسیان فرمودن، شما افتخار بکن بدین که انسانی. من افتخار میکنم که شما ما رو لایق دونستین که این مطالب رو عرضه بدارین، چون این مشکل فقط مشکل شما نیست، شما سخنگوی هزاران بل میلیون ها زنانی هستین که حتی جرأت این که این صدا رو بلند بکنن ندارن. و چه قبول بفرمایید یا نفرمایید، یکی از دلایلی که من تکس رو اینجا آزاد کردم برای آن است که نمیخواهم کسانی که زنگ میزنن مورد صدمه اطرافیان خودشون قرار بگیرن. پس من هم به سهم خودم عاجزم از اینکه نمیتوانم غیر از دلداری، همدردی و انسان پروری چیز دیگری رو عرضه کنم، ولی خودتون رو نبازین. انسان میتونه ازدواج نکنه ولی هنوز مفید باشه. شما انسانی، آرزوها داری، ارزشها داری و به دنبال اون ارزشها برو و شمشیر رو از دست این فرهنگ ناهنجار بگیر و به صورت انسانی با این سیستم های غیر انسانی مبارزه کن. مقصودم از مبارزه قیام بر علیه سیستم حکومتی نیست، هدفم از مبارزه آن نیست که شما غضب بگیری بر اطرافیان، بلکه مبارزه کن، یعنی نگذار که این قوای خارجی زن ستیزی نبوغ شما، کمال شما، عظمت شما رو از شما بگیره. ببخشید از تطویل کلام. ایرج جان، نمیدونم چگونه تشکر بکنم که شما این بیاناتتون یک فضایی برای سوال ایجاد کرد. من میخواهم در اینجا از شما از صمیم قلب تشکر بکنم جناب دکتر شمسیان، و امیدوارم که در ماه آینده مجدداً یک محاوره سازنده دیگری داشته باشیم. ممنونم. من همیشه در خدمت شما هستم جناب دکتر. قربان شما. روزتون بخیر. قربان شما. خدا حافظ. خدای شما. حقیقتاً من افتخار میکنم که این برنامه باعث شد که شما سوالات اساسی رو که در جامعه مطرح هست و خیلی ها به خاطر اینکه فکر میکنن شرم‌آور اگه این سوالا رو بکنیم، شاید احساس بکنن که این سوالا نشون میده که من چقدر ضعیفم، چقدر علیلم، چقدر ذلیلم،
در حالی که ابداً این نیست. سروران گرامی من، تمام ما انسان‌ها دچار مشکلات متفاوت هستیم. شجاعت و حکمت می‌خواد که انسان‌ها بتوانند اینها رو بفهمند و کمک بگیرند. همانطور که جناب دکتر شمسیان فرمودند، ما برتری و بهتری نداریم. آن شخصی که ما رو به عنوان یک فرد دیگر کمک میکند مشاور است، خودش درد دیده است در بسیاری از مواقع. بنابراین شما نمیدونید چه لذتی هست در اینکه ما همدرد هم دیگران باشیم و با دلداری و با دانش پروری یک بینش جدیدی نسبت به مشکلات خودمون پیدا بکنیم، تا به تدریج یومن فیومن از این زنجیرهای سنتی فرهنگی و مشکلات فردی رهایی پیدا بکنیم. به یه دو سه تا سوال آمده است مشغول میشم. قبل از آن که این سوالات رو مطرح بکنم، میخواهم به دوستان بهایی خودمان، بینندگان و شنوندگانی که بهایی هستند و روز قبل یعنی جمعه که مصادف بود با به یاد آوردن شهادت سید علی محمد باب شیرازی رو یادآوری بکنم. بنده این کار رو در مورد پیروان جمعی ادیان میکنم، چون من معتقدم که بایستی به عقاید همه احترام گذاشت و فقط به ذکر عقاید خودمان مشغول نشویم. در این راستا یکی از شما عزیزان سوال کرده است که اگرچه این برنامه شما مذهبی نیست، ولیکن برای من یک قضیه، فکر میکنم قضیه نوشین، قضیه ای مطرح است در مورد سید باب. آیا سید باب مسلمان نبود؟ اگر مسلمان بود چرا او رو کشتن؟ و علت اصلی مخالفت این گروه با سید باب چه بود؟ همونطور که شما ذکر فرمودین، من نمیخواهم جنبه مذهبی بهش بدم، ولی یک الگویی رو بایستی شما الگوی فکری در نظر بگیرین. چرا سقراط ها رو کشتن؟ چرا سقراط رو علمای آتن، بلخص علمای مذهبی آتن، او رو کشتن؟ مذهبیون و سیاسیون در آتن دست به دست هم دادن، اهل قدرت، اهل ثروت، و سقراط رو به عنوان فردی که مخالف آراء مذهب رایج است، او رو مجبور کردن که با میلی که داشت شرابی رو که زهرآلود بود خورد و شهید شد. و همین دلیل است که او را سید فلاسفه و از جمله شهدا محسوب میکنند. شما دقت بفرمایید به کسانی مثل مسیح، شما توجه خودتون رو معطوف بفرمایید به کسانی مثل شهاب الدین سهروردی، به منصور حلاج و و و. یک الگویی به نظر میاد
وجود داره و آن این است که اگر فردی قیام بکنه که برخلاف آراء علما و ارباب قدرت، یعنی چه سیاسی باشن چه مذهبی، بخواهد یک دیدگاه جدید، نقطه نظر جدید رو اعلام بکنه، مورد حمله قرار میگیره. من این رو به طور کلی عرض کردم. در مورد سید علی محمد باب هم به نظر بنده هیچ فرقی اینجا نمی کنه. شما اگر تاریخ این شخص بزرگوار رو مطالعه بفرمایین، من یه دو سه تا کتاب معرفی می کنم، از جمله اونها کتابی است که به انگلیسی است، می توانید مطالعه بکنید. از کارگردان عزیز خواهش می کنم که اون رو نشون بدن، Resurrection and Renewal، این توسط یکی از دوستان ما جناب امانت مرقوم شده، و شما می بینید که چگونه در محوطه تعصب، جمودت فکری و افراط‌گرایی این شخص بزرگوار خودش رو ظاهر کرد و داستان‌هایی رو میشنوید که نشان می‌دهد به این که و ثابت می‌کند به این که سید علی محمد باب نه تنها اسلام رو نمی‌خواست از بین ببره، هیچ دینی رو نمی‌خواست از بین ببره، ولی می‌خواست با خرافه‌گری مبارزه بکنه و از همه مهمتر معتقد بود که الان زمانی رسیده که زمان روشنگرایی است، زمانی هست که باید انسان‌ها خودشون تحقیق کنن، بایستی واسطه ها یعنی حضرات علما رو از صحنه خارج کرد، دیگه احتیاجی نیست، ببخشید من این رو به وضوح عرض میکنم. و چون علما به خاطر یا غفلت و یا به خاطر حفظ قدرت این قیام رو نادیده گرفتن، چرا؟ به خاطر اینکه دیدن که شاید تمام قدرت رو از دست بدن، عام رو که بیشتر به تقلید مشغول بود ترسیدن که اگه بیدار بشه دیگه مقامی واسه شون نیست. به همین دلیل که اینها تصمیم گرفتن که سید باب رو شهید بکنن. شهید من وقتی به کار میبرم یعنی آن که با قلم خودش، با حرکات زندگی خودش و با افکار خودش و بالاخره با جان خودش سعی کرد شهادت بده به اون حقایقی که بهش معتقده. همونطور که عرض کردم، اگر شما حتی از پیروان یا علاقمندان به سید باب نیستین، خوب هست که یک مقایسه‌ای بفرمایید بین ایشان و سقراط، بین ایشان و عیسی و هزاران افراد دیگر. من معتقد هستم که علت اصلی مبارزه با سید علی محمد باب آن بود که تجدد رو میخواست ایجاد بکنه، به خاتمیت به معنی مطلق گرایی، انتهای دینی ابدا اعتقاد نداشت، چه میخواهد مسیحی باشه چه میخواهد کلیمی باشه، بلکه معتقد بود که ما به مرور زمان به خاطر پیشرفت هایی که میکنیم احتیاجاتمون بیشتر میشه از لحاظ انسانی، و بنابراین این ظهورات
یعنی ادیان مختلف هم که میان یکی مقدمه دیگری است تا اینکه بشر بتواند به مقام انسانی خودش نزدیکتر و نزدیکتر بشود. این تنها چیزی بود که من میخوام در اینجا اشاره کنم و بیش از این نمیخواهم در مورد این قضیه صحبت بکنم. سوال بعدی که کردین سوال جالبی است و آن این است که آیا شما فکر نمی کنی، خیلی جالب است این سوال، توجه بکنید، آیا شما فکر نمی کنید با وجود تمام سعی و کوششی که به عمل می آورید شما و مهمانانتان از این که هیچ گروهی در این عالم غیر از پیروان موسی برگزیده نیستند و به همین دلیل است آقای ریاضتی و همکاران که کسی مثل آلبرت اینشتین که تا به امروز عالم نظیرش را ندیده است از این قوم برخاست چون قوم برگزیده بود. بنابراین آیا شما فکر نمی کنید که اعتقاد آلبرت اینشتین بود که در حقیقت او رو بدین مقام رسان؟ خیلی خیلی متشکرم از این سوال. میدانم که شما از پیروان حضرت موسی هستین و احترام به سزا دارم، چون بنده به آزادی عقیده، آزادی بیان بی اندازه احترام میذارم، به شرط آنکه این آزادی بیان و عقیده به قضاوت در مورد عقاید دیگران به صورت غیر علمی انجام نشه. منظور من از غیر علمی چیه؟ بذارین همین سوال شما رو جواب بدم. شما یقیناً میدونید که اینشتین ابداً خودش رو جزء این پدیده قوم برگزیده یا chosen people نمیدانست. نامه های زیادی از اینشتین هست. من میخواهم بعد از اینکه سوال شما رو گرفتم به یک نامه که آلبرت اینشتین در سوم ژانویه 1954 نوشته است، به خط خودش موجود است و این نامه به اسم God's Letter یعنی در مورد خدا نوشته شده است. جلب بکنم، این همون نامه است که در 2018 به قیمتی بالاتر از 2,000,000 در نیویورک آکشن شد و به فروش رفت. این خیلی نامه خوبی است که شما بخوانید. از جمله مطالبی که تو این نامه هست سرور عزیزم آن است که می‌فرمایند من ابداً معتقد نیستم به اینکه قوم کلیمی یک قوم برگزیده بدین معنی که برتر و بهترن می باشند. ایشان معتقد است که همچین تصوری غیر از آن که انسانها رو از هم جدا بکند ابداً کار دیگری ازش ساخته نیست. اینشتین در حقیقت با این بیانی که شما فرمودین، اگرچه می دونم از روی حسن نیت فرمودین، ابداً موافقتی ندارد، بدین دلیل که اگر این نامه رو بخوانید ابداً اینشتین به خدای انسان نمایی که در تورات، انجیل و حتی قرآن به عرصه شهود آمده به سبب استعداد خلق معتقد نیست.
به دینی هم که معتقد است، خودش میگوید cosmic religion، یعنی دینی کیهانی جهانی که بر اساس عشق هست نه بر اساس برتری و بهتری. بنابراین بنده بایستی به شما عرض بکنم که این دانشمندان که آیا اگر باهایی باشن، مسلمان باشن، کلمی باشن، اینا را ازشون استفاده کالایی نکنیم. چرا؟ چون ما میخواهیم از اینها استفاده بکنیم برای اینکه نشون بدیم این نامه آلبرت اینشتین رو که به امضای خودشون هست، جناب کارگردان و روی صفحه تلویزیون گذاشتن. من تقاضا میکنم تشریف ببرید و این نامه رو برای خودتان مطالعه بکنید تا به حق الیقین بدانید که اینشتین نه تنها او بلکه اکثر دانشمندان فیزیک و دانشمندان علمی ابداً با این خرافه پردازی های پیروان ادیان که ایمانشان از روی عقل و خرد نبوده بلکه از روی حس بوده و از روی تقلید، ابداً اینها با همچین ایمانی کاری نداشتن. و قسمت بعدی امان است که ابداً یک دین حقیقی احتیاج ندارد که یک اینشتین یا یک افلاطونی یا کانتی یا نیچه بیاید باش موافق یا مخالف باشد. آن چیزی که مهم است، سرور عزیزم، دین حقیقی در قرن 21 آن دینی است که با علم، با عقل، با خرد هماهنگی داشته باشد. آن دینی است که به استمرار معتقد است. به قول فویرباخ در کتاب جوهر مسیحیت Essence of Christianity میگوید اون دینی که دیروز داشتی امروز خرافه است و اون چیزی که امروز باهاش می جنگی شاید دین فردای تو باشد. با این مقدمات اصولی و تشکر از توجه شما به این برنامه از شما خداحافظی می کنم و تا هفته آینده شما رو به خدا می سپارم. خدای کیهانی غیب منی لایدرک.